به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا امیدوارم بینندگان عزیز در ایران جمعه خوبی رو تا این ساعت گذرونده باشند و با ما باشند در ادامه راه، ادامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. میپردازیم در این شماره از برنامه به حضور نیروهای جمهوری اسلامی در یمن، عراق و سوریه. آیا سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی حکومت فقیه به سود ایران و مردم ایران است؟ عدنان الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن با اشاره به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد مذاکره برای آینده یمن میگوید ایران نقشی در آینده یمن ندارد. دور تازه مذاکرات اتمی در وین در هفته آینده. تجمع اعتراضی گسترده معلمان در ایران. اعدام بیش از 40 تن ظرف 3 روز در حکومت فقیه و روایات متضاد علی اکبر هاشمی رفسنجانی و مخالفان او از خاطرات خود با آیت الله خمینی. با من و شما هستند در این شماره تفسیر خبر، چون جمعه های پیشین این بار در لس آنجلس آقای علیرضا نوریزاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. A provision that would force the administration to certify that Iran does not support any act of terrorism. آقای نوریزاده در لس آنجلس روز گذشته در واشنگتن و امروز در لس آنجلس، سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم. میسازیم خلاصه یک روز دور شدیم از شما، همچنان به یاد اون لحظات از دکتر سازگارای عزیز. سلام میکنم شما به دکتر سازگارا و به همه بینندگان تلویزیون ایران فردا و تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری. تندرست باشید و جای شما خالی همچنان در واشنگتن. و آقای سازگارا سلام به شما. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما های چالنگی، های دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. و یاد این شعر کلیم کاشانی افتادم که افسانه ی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. آقای دکتر نوریزاده خیلی کوتاه واشنگتن بودن، ما که دل نکندیم از ایشون و سیر نشدیم از دیدنشون و رفتن مثل شمس پرنده، ایشون در مسافرت بودن و رفتن به لس آنجلس. رو حسرت دیدار بیشتر و صحبت حضوری رو به دل ما گذاشتن. انشالله که فرصتی باشه، توفیقی باشه، بازم بتونیم بشینیم و صحبتی بکنیم در حضوریشون. سپاسگزارم، بسیار زیاد. اگر موافق هستین شد بتونید شد برنامه رو بعد نخواهد بود به شعر تخصص بدیم. آقای نوریزاده هم که در زمینه شعر شاعر هم هستن، خودشون از اشعار خودشون میتونن. خب اما امیدواریم مردم ایران نیز همیشه خندان باشند. آرزوی همه ما شادی برای مردم ایران هست. گاه به ما انتقاد میکنند یا نظر میدن که چرا همش خبرهای منفی. آرزوی همه ما هست که خبرهای مثبت از ایران داشته باشیم. هیچ آرزویی برای ما بیشتر از این نیست. اما وقتی خبرها رو میخونیم آقای نوریزاده،
در صدر خبرهای ایران، همه خبرهای دنیا تحت شعاع قرار میگیره. وقتی میبینیم ظرف 3 روز بیش از 40 نفر در ایران اعدام شدن، فارغ از هر نوع اتهامی که دارن، مگر این بیش از 40 نفر جزء همون ملت ایران نیستن که آقای خامنه‌ای میگه من عزت و اعتبار مردم ایران برای من مهمه؟ حتی اگر مجرم باشن، این چه حکومتی است که چنین آدمهایی رو تولید میکنه که ظرف 3 روز 43 مجرمش اعدامی هستن، 43 نفر مستحق اعدام میشن، حالا با هر مخالفتی که با اعدام داریم. این پرسش از هر دو طرف مطرحه، چرا این مجرم اگر واقعا هم مجرم هستن؟ پاسخ رو از شما میشنویم آقای نورستان. بله آقای چالنگی، یکی از مأموریت‌های جمهوری اسلامی این بوده که روز و شب برای اون پدر و پسر خدا بیامرزی بطلبن. اینقدر اینا گفتن آقا کشتن 20,000 تا رضا شاه کشت، 10,000 تا محمد رضا شاه، آخرش آقای باقی اومد همه رو کرد توی کتاب، دیدیم تعداد چقدر بود. اینا در 3 روز، البته در روزهای انقلاب از این جنایات هم بیشتر کردن، اونم نسبت به بهترین فرزندان ایران، ولی حالا به اسم اینکه اینا مجرمن، قاچاقچین، آدمکشن، میکشن. یعنی اینقدر کشتن برای رژیم ساده شده، هیچ ابایی نداره از اینکه آمار کشتگان بر پایه جمعیت از چین هم جلوتر بزن، برای که رژیم جنایتکار آدمکشی شده حرفش، از بالا تا پایینشون از کشتن لذت میبرن. سر خانم رهبری اصلا مثل که تمام این دستگاه بسیج شده بود تا زنی رو که از ناموسش دفاع کرده بود بکشن. و در موارد دیگه هم تو شما میگن طرف قاچاقچیه، باید بشینیم ببینیم داستان چیه. ممکنه قاچاقچیه، اما دستگیر برای این شده که اون باج رو به اون پاسدار نداده، به اون فرمانده نیروی انتظامی باجش رو درست و به جای یا به قاضی دادگاه نداده. متاسفانه میگم رژیم انقدر شوم و انقدر آلوده به خون شده که آدم نمیدونه چی بگه. واقعا من متاسفم از شهروندان ایران که میشه اصلاحشون کرد؟ اصلا کشتن یعنی چی؟ اعدام یعنی چی؟ میشه اونا رو اصلاح کرد؟ تا مرد میزنی. آقا در امریکا هم اعدام دارن، در امریکا طرف 14 سال 15 سال زمان میبره، اغلبشون هم عفو میشن، حالا یه مواردی هم پیش میاد که اعدام میشن. ولی چرا با امریکا مقایسه میکنید؟ چرا ادعایی که شما میکنید که شما معلمان اخلاق جهان هستید، چرا نشون نمیدید که به اخلاقیات پایبندید؟ الان 43 خانواده یا بی سرپرست شدن، یا پسرشون یا برادرشون، در حال یکی از نزدیکانشون و اغلب ناناورشون رو از دست دادن. و آقای سیدعلی آقا نگران بیوه های لبنانه، باید هم باشه. حالا دیدیم من پیروز آقای حسن نصر سینه براش پاره کرد و حزب الله، وقتی آقای مشنوق وزیر کشور لبنان گفت بینی آقای خامنه‌ای به خاک مالیده خواهد شد، انقدر ناراحت شد حزب الله، دستور اومد دیروز چه اعلامیه شدید و غلیظی یا منتشر کردن در حمایت از سیدعلی آقا، این مقام مقدس. بله متاسفانه آقای سازگار، پرسش همونه. ببینید آقای خمینی وقتی اومد در بهشت زهرا سخنرانی کرد، اولین سخنرانیش پس از بازگشت به ایران این بود که ما نمیخوایم فقط مادیات شما رو، زندگی مادی شما رو بالا ببریم، معنویات شما رو هم میخوایم بالا ببریم. و ضمناً حکومت ایران تنها حکومتی است که برای خودش این منفعت رو قائل شده و مدعی است که نخستین حکومت الله بر زمینه و برای معنویات اومده. باران گفتم ما ابرقدرت معنوی هستیم. بیش از 35 سال این حکومت در ایران بر سر کار. من حتی فرض رو بر این میذارم که حکومت ایران هیچ شخص سیاسی رو زیر پوشش اتهام مواد مخدر و چیزهای دیگه اعدام نکرد. اما پرسش از اون طرف مطرحه، چرا این حکومت این همه مجرم تولید میکنه؟ چرا یکی از تولیدات ایران تولید قاچاقچی به روایت خود حکومت؟
از این نظر ما رکورد دومو داریم. در چین حالا یه وضعیت دیگه ای داره. چرا واقعا این حکومت به این محصولاتش چنینه؟ بله ببینید، مسئله اعدام در ایران که به آمار هم سازمان ملل هم سازمان هایی مثل عفو بین الملل یا سازمان های مختلف حقوق بشری بالاترین به لحاظ سرانه جمعیت در دنیاست و به لحاظ خود تعدادش هم در ردیف کشور چین هستش. البته چین چون آمار دقیق منتشر نمی کنه محل شک و تردید تعداد اعدامش، کما اینکه ایران هم گفته میشه دست کم 30% 40% اعدام هایی رو که میکنه اصلا اعلام نمیکنه. این پدیده اعدام که خیلی کشورها واقعا حکم اعدام رو لغو کردن، مردمان عاقلی هستن تحقیقات کردن، نشون میده که خشونت بیشتر تولید میکنه و رسیدن به این که مثل اتحادیه اروپا حکم اعدام رو لغو کردن. در امریکا هم بیش از 20 ایالت مجلس های ایالتی حکم اعدام رو لغو کردن و شاید این بهترین کار باشه. دست کم چیزی که بارها هم در ایران صحبت شده تغییر قوانینه، یعنی مجازات اعدام رو محدود کردن. دست کم اگر قرار نیست ملغا هم بشه، به خیلی خیلی موارد نادر و استثنایی، نه اینکه هر قاچاقچی رو بگیرن اعدام کنن یا هر کسی که یه اسلحه دستش بوده اعدام کنن، که اون وقت نتیجتاً این مقدار اعدام بالا میره. و ضمن اینکه آقای چالنگی باید در نظر گرفت حرفی که میشل فوکو فیلسوف نامبردار فرانسوی میزنه، این قبیل حکومت‌ها باید به مردم وقتی میخوان حکومت خودشون رو اعمال کنند، دیکتاتوری و اون تمامیت گرایی حکومت رو اعمال کنند، باید بتوانند به مردم بقبولونند که مالک جان و تن مردم هستند. به همین دلیل هم همه این قبیل حکومت ها هم فشار میارن روی لباس مردم، ظاهر مردم، برای اینکه به مردم بقبولونن که در کنترل حکومتن و هم مجازات اعدام و اعدام های شدید درشون هست. بنابراین این قبیل حکومت ها میشه گفت به نوعی به اعدام و اینطور وحشت آفرینی برای قبولوندن اینکه مالک جان و تن مردم شاید نیازمند باشن برای اینکه قدرتشون رو اینطوری بازتولید بکنن. ولی به هر حال به لحاظ اینکه به قول شما چرا حالا فرض کنیم که حالا قوانین که اشکال، ساختار حکومت و فلسفه پشتش اشکال، ولی اصلا چرا خب اینقدر مجرم تولید میشه؟ حکومتی که قرار بوده که با اجرای یک سری احکام فقهی گلستان بشه، همه چیز درست بشه درش. ببینید به قول خود دادگستری میگه نزدیک به 20 میلیون پرونده در دادگستری هست، یعنی یک سوم، یک چهارم جمعیت ایران به نوعی پرونده دارن و اگر هر پرونده چند سر داشته باشه به راحتی میشه گفت شاید نیمی از ملت ایران یک جوری با دادگستری و پرونده و دادگاه سر و کار دارن. این ماجرا، یعنی این کیفیت که چرا این اتفاق افتاده، به نظر من اون وقت ریشه یابیش میره به ده ها نابسامانی اجتماعی، شاید یکی از اصلی ترین هاش بیکاری و فقر اقتصادی باشه، مسئله فقر قوانین، مسئله تبعیض‌های اجتماعی، مسئله فساد خود حکومت، به خصوص در قصه مثل مواد مخدر که سر نخش دسته ارکانی از خود حکومت که تزریق میکنن به پیکر جامعه و ده ها گرفتاری دیگه، ضعیف شدن بنیادهای اخلاقی در جامعه که باز هم ناشی از در واقع حکومت دینی است، غلط بودن تئوری اداره جامعه و این تصور که با یک تعدادی احکام فقهی اگر اجرا بشه همه چیز درست میشه، در حالی که اداره جامعه نیازمند برنامه ریزی علمی و مدیریت علمیه و نه مدیریت فقهی، و
مسائل گوناگونی که دست به دست میده و عملا جامعه ما رو تبدیل کرده به یکی از جوامعی که حداقل با همین یک دونه شاخص، یعنی شاخص 20 میلیون پرونده و بالاترین نرخ اعدام، میشه گفت که جامعه است ناراحت، ناامن، پر از مشکل و معضلات اجتماعی. خب از مهمانان عزیز برنامه خواهش میکنم تلفن‌های خودشون رو خاموش کنن، مخصوصا آقای نوری‌زاده، دست کم 4-5 تا از تلفن‌های همراه خودشون رو در طول برنامه خواهش میکنم خاموش کنن. به هر حال آقای نوری‌زاده، آقای سازگارا اشاره کردن که به این نکته که خود حکومت درگیر قاچاق مواد مخدر هست، تا چه اندازه این حرف بازگو کننده و بازتاب واقعیت هست؟ ببینید، مسئله قاچاق به نوعی با ماهیت سپاه و دستگاه اینا ارتباط داره. آقای کروبی 7-8 سال پیش بود اشاره کرد به وجود 60-70 بندر قاچاق یا بندر پنهان که از اون قاچاق رو انجام می‌ده. مورد دیگه بود فرمانده نیروی انتظامی کامیون 1 میلیون دلار میگرفت از قاچاقچیانی که کامیون مواد مخدر وارد ایران میکردن و به اروپا میبردن. فرودگاه پیام هم که ماشاءالله هم برای فرار مقامات بلندپایه رژیم در روز مبادا و هم برای قاچاق و این کارم که دارن انجام. ببینید، وقتی نظامی تمام پرنسیپ‌های اخلاقی، انسانی، ایرانی، اسلامی همه رو زیر پا گذاشت، هر کاری براش مجازه. یه نفر اومده بود داشت میگفت، یکی از وکلا برای من میگفت تو نمیدونی مسئله رابطه محارم در ایران چه کار میکنی. گفتم وقتی نظامی تمام بنیانهای اخلاقی رو بین برد و هر کاری کرد، مردم دیدن آخوند متجاوزه، آخوند رباخاره، آخوند رشوه بگیره، آخوند به ناموس مردم نگاه میکنه، میگم خب این دین سرتاپاش همینه دیگه. این که نماینده دین اینجوریه، پس دینی وجود نداره، قواعد اخلاقی وجود نداره. اینا جامعه رو نابود کردن. خدا، یعنی هیچ بلا و فتنه‌ای در تاریخ ایران، نه مغول، نه هولاکو، نه تیمور، نه چنگیز، نه اسکندر، هیچ کدوم به این فتنه و بلا نبودن، چون اونا هیچ کدوم اساس و آیین اخلاقی جامعه رو هدف قرار نگرفتن. اینا اخلاق جامعه رو نابود کرده، اینا بنیانهای اعتقادی جامعه رو بین بردن. انسانهایی که مؤمنانه به خدا و دین اعتقاد داشتن برگشتن امروز، به خاطر که ببینه وقتی فلان آخوند تو اصفهان قاچاقچی بزرگ شهره، خب چه اعتمادی میتونه دیگه به دین بکنه؟ و من بار دیگه اینجا با قاطعیت میگم، ارکان نظام جمهوری اسلامی به هیچ چیزی اعتقاد ندارن، نه خدا، نه پیغمبر، نه علی، نه حسین، به هیچ چی. اینا هرهوری مذهبانی هستن که بهتر بگیم پیروان مکتب شمر ابن زلجوشنه. تازه شمر هم یه اعتقاداتی داشت، حالا اعتقادات خوارج بود و منحرف بود و هر چی بود. اینا اعتقاد اصلا ندارن. خب ببینید، الان به شمر که شما اشاره میکنید در تاریخ شیعه هست که و بسیار هم حتی کنفرانس گذاشتن، سمینار گذاشته میشه که زینب خواهر امام سوم شیعیان در بارگاه یزید نطق قرایی کرد. بله. و بله، آنچه که در دلش بود و دل سوختش به روایت شیعه از واقعه کربلا علیه یزید در برابر خود یزید گفت. اما اتفاقی برای زینب نیفت. نه، اولا یزید برای همراهانش، آیا میشه حتی یک صدم آنچه که زینب در بارگاه یزید گفت در برابر آقای خامنه ای گفت؟ آقای امیدرضا میرسیافی در زندان در جای اشاره کرد وبلاگ، آقای خامنه ای ما هم فرزندان شما هستیم، فقط به فلسطینا فکر نکنید. خب کشته شد. آقای چالنگی آقای خامنه ای در گذشت مادر آقای خاتمی رو به اهالی اردکان تسلیت میده. یعنی شما فکر کنید یزید به خواهر امام حسین اجازه میده سخنرانی کنه، بعدم مجلس عزا میگیره، گریه میکنه، تظاهر میکنه؟ کاش آقای خامنه‌ای هم تظاهر میکرد.
امید میر سیافی و قربانیان دیگر دست بالاست، ما پایین ترینشو میگیریم. تسلیت به خاتمی نگفت و به اهالی اردکان گفت. این نشون میده یک رهبری که موقع تصمیم گیری میگه من نه موافق قرار دادم نه مخالف. این میزان مسئولیت پذیریشه. حالا تو این میانه اینم بگم بهتون، 13 تا دزد قاچاقچی دیگه هم دارن به مملکت اضافه میکنن. مجلس خبرگان میخواد بشه 99 تا. آقای احمد خاتمی، بله 13 تا دزدی که تو مجلس برن بخوابن و خوابشون ببره و بابت این ملت ایران پول بگیرن دارن اضافه میکنن. بله حالا تسلیت به آقای خامنه ای، خاتمی به آقای خاتمی، یه بحث دیگه است که به هر حال اونا در یه جبهه بودن سالها و در یه خط بودن و شاید رقابت‌های سیاسی اونها یه بستی است. حرف من با ملت هست، مردم. یکی از همین کسان معلمی که در زندان هست، رسول بوداغی، آقای سازگارا و معلمان دیگه، ارشنگ داوودی، آقای خمینی. باز من یادآوری میکنم، نه تنها زندگی مادی شما، زندگی معنوی شما. چه کسانی بهتر و بیشتر از معلمان نازنین، شریف، دلسوز، عمر خودشونو صرف کردن برای بالا بردن معنویت و دانش بچه ها، دانش آموزان و همه. بسیارشون در زندانن، بودن، آزاد شدن و الان معنویاتو که دیدیم که چجوری آباد شد. مادیات و زندگی روزمره معلمان به گزارش رسانه‌های داخلی خود ایران از تهران گرفته، عراق، ساوه، خمین، دهدشت، شهرکرد، سنندج، زنجان، ابهر، قزوین، مشهد، بندرعباس، بوشهر، قزوین، همدان، شاهرود، ایلام، رشت، شهرزا، مسجد سلیمان، زاهدان، زریندشت و بسیار جاهای دیگه، داراب و بسیاری جاهای دیگه تجمع کردن روز گذشته. خواستهای صنفی، این هم از زندگی معنوی، این هم زندگی مادی روزمره، نه اینکه جاه طلبی خاصی که ندارن، مطالبات زیادی که ندارن. زندان معلمان زندانی رو آزاد کنید و حقوق صنفیشون. بفرمایید آقای سازگار، دستاورد این حکومت آیت الله خمینی و خامنه ای چه بوده برای حداقل معلمان ایران؟ بله، من البته یک جمله رو عرض کنم نسبت به ریشه های مسئله. فلاسفه مثل فون هایک باید گفت بسیار مردمان عاقل و حجت قوی دارن که معتقدن جوامع انسانی خودش رو کنترل میکنه و دخالت دولت ها و حکومت ها هر چه کمتر باشه به حد اقل برسه، جامعه راحت تر خودش رو انجام میده. همین بحث ارزش های اخلاقی که صحبت کردیم، این از ادیان در نمیان، بلکه ادیان حد اکثر پشتیبان ارزش های اخلاقی میتونن باشن. و وقتی حکومت هایی مثل جمهوری اسلامی که اقتدارگرا و تمامیت خواه هستن میان و دخالت میکنن، بعد به خصوص دینی هستند و میخوان که اخلاق رو در واقع در روابط اخلاقی جامعه دخالت کنن، حاصلش فاجعه ای میشه که میبینیم و بیش از هر چیزی صدمه میزنن. در مورد معلمین آقای چالنگی باید عرض کرد که مبارزه جانانه ای که معلمین در سراسر کشور از قبل از سال جدید تا همین الان دارم میکنم و به روز معلم داریم نزدیک میشیم و روز کارگر و تدارکاتی که کردن، خواسته خیلی روشنی داره. این است که آزار معلمان رو دست بردارن، معلمین زندانی رو آزاد کنند و بعدم دستمزد حد اقلی که در نظر گرفته شده، افزایش حقوقی که فقط 14% صحبتش بوده و در قانون بودجه اومده، به هیچ وجه تکافوی زندگی یک معلم رو نمیکنه. خط فقری که دست کم 2,400,000 تومان در ماه برای یک خانواده یه 4 نفری هست کجا؟ و حداقل دستمزد 715,000 تومان، 720,000 تومان در ماه کجا؟ خوشبختانه فشاری که معلم ها تا الان آوردند و تجمعات مسالمت آمیزی که داشتند، دولت روحانی رو وادار به واکنش کرده. دیروز ایشون یک کارگروه مسئول کرده از آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه، آقای فانی وزیر آموزش پرورش و آقای وزیر، الان نفر سوم یادم رفته،
فکر میکنم وزیر اقتصاد دارایی آقای طیب نیا که اینها رسیدگی بکنند برای افزایش حقوق معلمان. من امیدوارم که این فقط حرف و سرگرم کردن نباشه، دولت بتواند که واکنش مناسبی به خواست معلمان نشان بده و بتواند افزایش دستمزد مناسبی رو برای معلم ها در نظر بگیره. به صورت پیروزی معلم ها پیروزی همه زحمت کشانه و پشت سرش در واقع کارگران ما قرار دارند که پشت این حرکت که در سراسر ایران هم کارگرها همین خواسته رو، یعنی افزایش حداقل دستمزد رو بارها مطرح کردن و امنیت شغلی رو که خواسته به حقیست، چون که میلیون ها نفر و روزانه صدها نفر در خبرها میبینیم از کارگرها بیکار هم میشن. بله، البته خب جمله نخستی که اشاره کردن آقای سازگار، به هر حال ادیان یا مبشر یا مبلغین ادیان یه جوری مبشرین معنویات یا اخلاقیات جامعه هم هستن. نبود نماند جورج لوکاچ فیلسوف معروف مجاری که ببینه این عقل ستیزی فقط در دنیای مورد انتقاد اون نبود، بلکه در حکومت دینی هم اتفاق میفته، نوعی عقل ستیزی. فیلسوف مجاری که به آمریکا. به هر حال آقای نوریزاد ارزابی، شما را در مورد زندگی دنیوی مردم، کارگران و معلمان و آنچه که در عرصه تظاهرات اعتراضات معلمان میگذره، چرا باید آقای ارژنگ داوودی، رسول بوداغی و معلمان دیگه همچنان در زندان باشن در حکومتی که دم از معنویت و به اصطلاح نمایندگی الله بر زمین داره؟ چرا باید باشن؟ بله، باید باشن برای اینکه سید علی آقای خامنه ای رهبره، برای اینکه مملکت دست آخونداست و دست آخوندهای بی عمامه، برای اینکه مملکت دست یه مش دزد فاسد تو سپاه و حوزه و غیره است. ارژنگ باید هم تو زندان باشه، برای اینکه هر آزادی خواهی، هر آن کس که حرف حق زد باید خفه بشه. من کارنامه اینا رو نگاه میکردم توی این بیست و اندی سال آقای خامنه ای، بهترین چهره های روشنفکری ما، نویسندگانمون، روزنامه‌نگارانمون، یا سرشون رو بریدن، سینه‌شون رو شکافتن، خفه کردن، یا به سکوت وادارشون کردن، یا راهی خارجشون کردن، یعنی مجبور شدن از کشور بیان بیرون، یا تو زندانه. و واقعا فرزانگان در ایران در چنگ این رژیمن، یک رژیم ضد فرزانگی، ضد شعر، ضد ادبیات، ضد فرهنگ، ضد موسیقی، ضد سینما، ولی در مقابل رژیم مداحان، یه عده مداح بریزن شعر بخونن در وصف روی مبارک رهبر. حالا که الان آقای یزدی پا رو از این فراتر گذاشته، گفته رهبری آقای خامنه‌ای موهبتی الهی بوده که به ما ارزانی داده شده و ما قدرش رو بدونیم. اگر این موهبت الهی نبود، شیخ محمد یزدی پنج تومنی که با دو کاسه آبگوش جلو در خون آقای شریعت مداری بود شبای جمعه، به میلیاردر تبدیل نمیشد. ملک خانم دخترشون هتل های پنج ستاره اروپا رو زیر پا نمیذاشتن و آقازاده شون با پولایی که ودیعه دادگستری در زمان ریاست پدرشون بود، برج های چندین میلیاردی متصرف نمیشد. به هر حال باید آزادگان در زندان باشند. در این رژیم آزاده ای اگر دهان بگشاید به حرف حق، طبیعتا پایانش یا سربریدن، سینه شکافتن. من هر بار به یاد حاجی زاده میفتم که با پسر 7 سالش اینا رفتن تو خونه نصف شب سربریدن، سینه شکافتن، بدنم میلرزه. ولی میبینم این طبیعت رژیمه. از روز اول مگه اینا غیر آدم کشی برای ما آوردن؟ من شاهد اعدام 4 جنرال بر بام مدرسه رفاه بودم و آقای خمینی 5 صبح اومد بالا سر جنازه‌هایی که بر خون و برف ریخته بود اونجا ایستاد و خدا رو شکر کرد. از ابتدا پایه اینا خون بود، از ابتدا قلع و قمع و دستگیری بود تا امروز. شما در اونجا، فقط یک توضیح برای
روشن‌تر شدن در اون موقع تا اونجایی که من خبر دارم و میدونم یادم هست شما برای اطلاعات گزارش پل من دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم و آقای خسروشاهی به من خبر داد، آقای ستادی خسروشاهی عکاس اطلاعات، رفتم اونجا. اصلا فکر میکنیم اعدام میکنن، ما فکر میکنیم شب محاکمه است، ولی سرزرب این چارتن رو بردن و همون روز بود که من نکبت این انقلاب رو کاملا از پیکرم شستم. شما یک اشاره کردید آقای نورزاده در بخش پیشین صحبتتون به این نکته، به فرودگاهی برای فرار رهبران جمهوری اسلامی، خیلی مختصر توضیح بدید. فرودگاه پیام در زمان جنبش سبز مطابق اطلاعات بسیار دقیق روز چهارم یا پنجم جنبش آقای خامنه‌ای تصمیم میگیرن ایران رو ترک کنن و در فرودگاه پیام هواپیمای برای ایشون و خانوادهشون آماده میشه. پیام آقای اوباما که میرسه آقای خامنه‌ای تصمیمشون رو تغییر میدن و دستور میدن به سپاه که برید بکوبید و نابود کنید. این خیلی چیز مهمی است که امیدوارم به زودی من یه سندی هم در این زمین دارم که منتشرش کنم. آقای سازگارا، اون چی که به عنوان مماشات تعبیر و تفسیر میشه در واشنگتن، مماشات دولت اوباما در برابر جمهوری اسلامی، همونطور که آقای نورزاده هم اشاره کرد در جریان جنبش سبز پیام هایی که رد و بدل شد و مذاکرات ترازچنگاهی پنهان و آشکاری که وجود داره و اخیرا هم خب کنگره به اصطلاح مورد سوال قرار داد جان کری رو، این مبتنی بر چه آینده نگری هست در واشنگتن؟ ببینید الان دیگه چیز مخفی نیستش، مشاور اصلی و به قول روزنامه واشنگتن پست عقل منفصل آقای اوباما خانم ولری جرت هستش که ایشون تجویزش این است که آقای اوباما با آقای خامنه‌ای مستقیما ارتباط بگیره، با ایشون کار بکنه و حتی بحث این که روابط رو عادی کنه و ایشون هم مثل نیکسون که رفت پکن بره تهران، یک همچین دورنمایی رو در ذهن داشتن. و من اون تابستون سال 2009 خاطرم هست که در واشنگتن جلسات متعددی که دست کم من داشتم، تای ذهن این آقایون این بود که هیچ پشتیبانی از مردم ایران نکنن، مبادا به تریش قبای آقای خامنه‌ای بر بخوره، برای اینکه در دراز مدت میخواستند که رفاقت کنن. و بایدم گفت که وقتی من عکس خانم سحر نوروززاده رو که عضو سابق نایاک بودن، ایشون اون لابی معروفی که مشهوره که در واقع امیال و خواستهای حکومت ایران رو در واشنگتن سعی میکنه لابی بکنه، دیدم ایشون در شورای امنیت ملی امریکا کنار دست آقای اوباما نشسته و در همین قصه هسته‌ای که آقای کری از لوزان داشت گزارش میداد، عکسی که در مطبوعات اومد، متوجه شدم که خب به هر حال جمهوری اسلامی با دست این قبیل لابی ها موفق شده که در کاخ سفید و دستگاه تصمیم گیری دولت نفوذ بالایی داشته باشه. اما واشنگتن شهری است که به هر حال ده ها طیف و گروه هستش. در همین قصه هسته‌ای آقای چالنگی، در هفته گذشته کنگره امریکا، هم مجلس نمایندگان و هم به خصوص مجلس سنا، اون طرح کورکر منندز رو که لایحه‌ای بود که اختیار دولت رو میگرفت و در قصه اتمی هر قراردادی باید بره در به موجب اون طرح بره در مجلس امریکا بازبینی بشه و اونجا تصویب بکنه، آقای جان کری روز سه‌شنبه از دو روز قبلش با لابی یهودیان امریکا، با رهبران جامعه یهودی امریکا مذاکرات فشرده‌ای رو کرد که بلکه بتواند این طرح رو از دستور کنگره بیرون بگذاره، موفق نشد. در خود سنا هم آقای جان کری وزیر خارجه تا 11 صبح اون روز به گفته سناتور کورکر تمام تلاشش بر این بود که این طرح رو از دستور کنگره بیرون بذاره. اما وقتی روز سه‌شنبه ایشون متوجه شد ساعت 11 صبح که
امکان نیست و سناتورهای نه جمهوری خواه بلکه دموکرات ها هم به اونها پیوستن و نمیتونه جداشون کنه و به راحتی این طرح رأی میاره و بالای 67% رو هم میاره که دیگه رئیس جمهور نمیتونه وتوش بکنه، عملا دست به مصالحه و کامپرومایز زدن، کاری که آقای اوباما در دوره تصدیش تا کنون خیلی کم انجام داده. معروفه که ایشون با کنگره رئیس جمهوریست که خیلی بد تا میکنه و معمولا یا دست به وتو میشه یا میره به سراغ عموم و عموم رو سعی میکنه به جان کنگره بندازه. این یکی از معدود مواردی بود که کاخ سفید به مصالحه با کنگره تن داد و حاصلش بعد از ظهر سه‌شنبه من زنده روی رادیوی سی اسپن گوش میکردم در کمیته روابط خارجی سنای امریکا 19-0، یعنی هر 19 نفر اعم از دموکرات و جمهوری خواه به اتفاق آرا به این طرح رأی دادن. البته مقداری از اون الحاقیه های تند و تیز مثل به رسمیت شناختن اسرائیل، تعهد ایران برای عدم دخالت در تروریسم و یا گرفتن غرامت بابت گروگان ها، اینها رو کنگره رضایت داد برداره از این طرح، ولی اصل ماجرا به تصویب قاطع کمیته روابط خارجی رسید. کاخ سفید هم اعلام کرد که دیگه اصلا وتو هم نخواهد کرد، اصلا وتو هم بکنه بی حاصله برای اینکه پیشاپیش اکثریت بالا رو داره و همین یکی دو روز آینده در صحن سنای امریکا مطرح خواهد شد و رأی خواهد آورد و در مجلس نمایندگان هم اعلام کردن همون روز که ما هم رأی خواهیم داد و بنابراین پرونده هسته ایران، مذاکرات هسته ایران میشه گفت یک ورق خیلی مهم میخورد، یک سرفصل مهمی درش باز شد و اون است که حالا دولت امریکا سر میز مذاکره هر توافقی بکند به همراه 5 به اضافه 1 باید بیاد بده به تا 31 ماه جوان باید بده به کنگره امریکا، اونها 30 روز وقت دارن رسیدگی کنن، بازبینی کنن و اگر تغییری میخوان بدن و اون وقت مصوبه شون رو اگر آقای اوباما بپسنده که اجرا کنه، اگر نه و دو سوم رأی رو نداشته باشه طبق قانون میتونه وتو کنه و به راه خودش بره. به هر حال این تحول به نظر من خواست آقای خامنه ای رو که میگه تحریم ها رو یک جا باید بردارید یا اجازه بازدید از مراکز نظامی رو نمیدیم، فکر میکنم که عملا روی هوا میبره. دست کم کنگره امریکا به هیچ وجه رضایت نخواهد داد اگر حتی دولت بخواد این کار رو انجام بده. آقای روحانی البته در واکنش در رشت اعلام کرد که ما با دولت امریکا طرفیم و با 5 به اضافه 1 به کنگره امریکا کاری نداریم، به لحاظ حقوقی این حرف ایشون درسته ولی در عمل دولت امریکا به در قبال کنگره‌ای که منتخب ملت امریکاست پاسخگو شده و کنگره در اینجا توانست که حرف خودش رو پیش ببره. بله به طور خلاصه این که شد بشه اینو خلاصه کرد به این که مهار کردن اون چه که سیاست مماشات است در برابر جمهوری اسلامی، چون فقط در مورد برنامه اتمی نیست، از زمینهای دیگه هم اثرگذار خواهد بود به طور قطع. دو نکته رو من فقط شرح بدم. آقای سازگارا اشاره کرد یکی لابی برای کسانی که احتمالا نمیدونن اینجا شرکت ها و کمپانی های بزرگ هست، قانونی هم هست و دفتر و وکیل و بسیار تبلیغاتی دارن، اینها تبلیغ میکنن برای اینکه چهره حکومت ها رو بهتر نشون بدن یا خواستای هر حکومتی رو در سراسر جهان، همون کار کارگزاری تبلیغاتی پادویی هر چه میشه اسمش گذاشت، در مورد لابی جمهوری اسلامی که پولهای بسیار کلانه میگیره اطلاعات زیادی منتشر شده، از جمله کسانی که پیگیر بوده آقای حسن دایی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی است که میتونید به وبسایت ایشون یا صفحه فیسبوکشون اطلاعات بسیار هست. یکم سی اسپن هست، شبکه رادیو تلویزیونی که مذاکرات کنگره و بعضی جاهای دیگه رو به طور مستقیم شبکه‌ای هست در آمریکا که پخش میکنه. اما آقای نوری‌زاده ببینید مسئله این هستش که اداره اوباما، دولت اوباما و حکومت ایران، منتقدین دولت اوباما یک نکته رو روش
انگوش میذارن این که شما با یک دولت و یک حکومت یک پارچه در ایران طرف نیستید. تصمیم گیرنده نهایی در ایران ظاهرن آیت الله خامنه ایست، اما این آیت الله خامنه ای متأثر از جناهای مختلف به مناسبت هاییست، اثرگذار هست روی تصمیمات ایشون. کما اینکه آقای جعفری میاد یه روز یه حرفی رو میزنه، فردا حرفش یه چیز دیگه میشه و بالعکس. آنچه که یا همین الان درگیری که بین جناح آقای رفسنجانی هست و مخالفان ایشون. اولا آقای چالنگی، مفلوکتر از پایوران و کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی کسی در دنیا نیست. آقای حسن فیروزآبادی و محمد علی جعفری قدردانی از مذاکره کنندگان اتمی، از آقای ظریف، از آقای روحانی کردن. حالا ظاهراً ورق برگشته و به گونه دیگری سخن میکرد. امروز نیویورک تایمز یه مطلب خیلی مفصل داشت راجع به کامپرومایز اوباما با کنگره و جا به جا در این مقاله منتشر باز تکثیر شد، روز پنجشنبه بود. من امروز مقاله که تو نیویورک تایمز خوندم، گزارش مفصل، چیز جالبش این بود که در اینجا تماما نشون میداد که این اوباما بوده که جا زده. دکتر سازگار هم گفت خیلی مهمه، آقای اوبامایی که با اون هارت و هورت میخواست ببره ماجرا رو به شورای امنیت و امروز موظف به طرح اون در کنگره است. این یعنی دموکراسی، این معنای دموکراسی. خواستم اینو بگم، در جمهوری ولایت فقیه مقام معظم رهبری دستور میفرمایند، بقیه آفتاب داران هم تایید میفرمایند. الان هم شما بدونید این طرح رو به مجلس که ببرن، همین نمایندگان شیری که شمشیر به دست میگیرن و آمریکا رو صبح تا شب سر میبرن، همینا از این از درایت مقام معظم رهبری ستایش میکنن. به 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 چه قرارداد خوبی که تمام حقوق ملت ایران در اون ضمانت شد. به هر روی شما گفتم، ما اصل کار رو اگر همیشه به یادمون باشه، رژیم قاسبی که در یک حقیقت، در ربودن یک انقلاب آمد، یک انقلاب مردمی بود، پایه هایی داشت، حالا اساس و اصلش چرا بود و کاری ندارم، چجوری را افتادم کاری ندارم، اما فقط اینو میخوام بگم، این مجموعه ملاها آمدن بعد از هزار سال، 1100 سال که اولی امامه به سر وارد بازی شده زمان آل بویه، اینها اومدن و مملکت رو گرفتن و امروز هم مطابق شرایطی که الان داریم مشاهده میکنیم دعواهای خودشون هم دارن. مثلا آقای رفسنجانی الان اومده حسن خمینی رو داره بزرگ میکنه، اعتراض میکنه به توهین به او، سخن از مرد روز بودن میکنه. بله امام همسرشون رو دوست داشتن، نمیذاشتن ایشون صحبت کنن، اما دخترشون میشن سخنگو. منظورم اینه این بازی ها در نهایت همه برای کلا گذاشتن سر ملته. هم دوست و همکارمون دکتر فرابخش گزارشی داد که برنامه‌ای که من تکرار شد امروز، روز پنجشنبه تکرار شد، در اونجا اشاره میکرد که با 120 میلیارد پولی که برای این پروژه بیهوده اتمی خرج شد چه کارهایی در ایران میشد کرد. متاسفانه این پروژه اتمی طوق لعنتی است که به گردن ما افتاده و خدا رحم بکنه، عاقبتش چه خواهد شد. آقای نوری‌زاده، این در مورد سیاست داخلی، حالا روزی شبی در برنامه دیگه مفصل تر بهش میپردازیم، اما در مورد سیاست منطقه‌ای، اون چیزی که حکومت ایران در حال حاضر در یمن انجام میده، سوریه، عراق، مسئله فلسطین، لبنان، چه هماهنگی و همسویی با منافع ملت ایران داره؟ آخرین حرف رو قطعا شما در جریان هستین، سفیر عربستان در واشنگتن عدنان الجبیر گفته بس. که ایران هیچ نقشی در آینده چیز نداره، یمن نداره. آقای ظریف به شیوه حاجی منم شریک آمده بود و تری برای مذاکرات پیشنهاد کرده بود. آخه آقای چالنگی، یمن چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ به چه مناسبت رفته تو اون سرزمین؟ اون سرزمین مشکلات و برنامه‌های خودشو داره. الان دارن ایران میگن چرا عربستان حمله کرده. خب روز اول که حمله‌ای در کار نبود، شما حوثی‌ها رو مسلح کردید، تو اریتره آموزش دادید، انداختید به جون مردم یمن
رئیس جمهور قانونی هم از کشور همسایهش تقاضای کمک کرد. این خیلی چیز طبیعیه. خب اگر بگن آقای نوریزاده بگن که شیعیان اونجا هستن، درست شیعیان چهار امامی هستن، مساله و منافعشون هم دستاویزی که جمهوری اسلامی وارد لبنان شد و مورد ظلم بود، ما وظیفه دینیمون انجام دادیم، رفتیم از هم مذهبانمون دفاع کنیم. اصلا مذهب به هیچ دولتی اجازه نمیده پاشو بره توی کشور دیگه سرباز ببره. اگر اینجوری باشه آمریکا دائم باید نیرو بفرسته بره با این و اون بجنگه، چون مسیحیان مورد حمله قرار گرفتن. تو پاکستان 130 تا رو کشتن، پس برو حمله کن. توی نمیدونم افغانستان، اینا منطقای بی ربطه. آقای خامنه‌ای میخواد ولی امر مسلمانان منطقه بشه، منطقه هم بده. حتی شیعه های منطقه، شیعه های عربستان، شیعه های بحرین عملا نشون دادن اکثریتشون با جمهوری اسلامی نیستن. و بنابراین این بازی یمن، جمهوری اسلامی در اینجا آبرو باخته و به ضررشه و در اینجا ضربه‌ای متحمل شده که حالا آثارش رو باید بعداً ببینیم، آثار دردش بعداً ظاهر خواهد شد. یمن رو باختن. شما یه نکته دیگه بهتون بگم و بحثمو تموم کنم. همین ماجرای تجاوز به این دو ایرانی، امروز رئیس سازمان حج و اوقاف آقای قاضی اسکر اعلام کرد، نماینده مقام معظم رهبری در بعثه حج، ببخشید نماینده در بعثه حج آقای اوهدی حج و اوقاف، ایشون گفت تجاوزی صورت نگرفت. حالا جمهوری اسلامی یه هفته چه سر و صدایی را انداخت و البته بعضی از ما بهترانم در بیرون جمهوری اسلامی سر و صدا را انداختن. با ماجرای یمن به ضرر ایران بود مداخله در اون و بابتش هم هزینه سنگینی داد و خواهد. البته خیلی هم این نظر رو دادن که این جنجالی که بر سر دو ظاهر ایرانی به پا کرد حکومت ایران برای پوشش گذاشتن بعد بحران دیگه ای بود، بحران اتمی. اینم نظری بود، موافق مخالف این بحثی است که همونطور که بعد از جنگ عراق پذیرفتن قطعنامه، فتوای قتل سلمان رشدی رو آیت الله خمینی صادر کرد و بحرانی تازه. اما آقای سازگارا، در چنین حال هوای قضیه تحویل موشک‌های روسی به ایران، آیا این روسیه است که از حکومت ایران به عنوان یک کارت در دست خودش در عرصه بین المللی استفاده میکنن یا نه حکومت ایران هست که از روسیه و چین استفاده میکنه؟ من آقای چالنگ کاملا با دوستان روزنامه نگارمون در داخل ایران موافقم. تحلیل های خیلی خوبی در روزنامه های ایران نوشتن داله بر اینکه روس ها با کارت ایران دارن بازی میکنن. روس ها استعمارگران سابقه دار و کهنه‌کاری هستند، از ایران شناخت خیلی خوبی دارن و نفوذ خیلی خوبی هم دارن. روسا هم در بیت رهبری و آقا مجتبی و اطلاعات سپاه دست دارن، هم در خود سپاه و مراکز نظامی دست دارن، هم بقایای کمونیست های سابق یک عده‌شون در دستگاه‌های انتشاراتی و غیره و غیره هم کماکان از موضع ضد غرب و ضد امریکایی پرو روس هستن و سنگ روسیه رو به سینه میزنن. هم امثال آقای حسین شریعت مداری که رسما یک بار در یک مقاله در روزنامه کیهان فتوای دنبال روی از روسیه رو صادر کرد. به این ترتیب روس ها کارت ایران رو در دست دارن و خیلی خیلی خوب هم باهاش بازی میکنن. این ماجرای S-300 که سیستم دفاع موشکی است که روس‌ها 800 میلیون دلار هم پول از ایران گرفتن سالها پیش و باهاش بازی کردن، و چند سال پیش زمانی که آقای مدودف رئیس جمهور بود اومدند و گفتند که به دلیل تحریم‌های سازمان ملل ما این رو تحویل نمیدیم. اما جالبه آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه میگه چون در لوزان توافق شده، حالا دیگه من این نیست ما میدیم. اصلا خیلی استدلال خنده داریم، برای اینکه در لوزان طرفین معامله همه میگن یه بیانیه مشترک داده شده، حتی قرارداد هم بسته نشده، چه برسه به اینکه تحریم های سازمان ملل. چرا روسیه این کارو میکنه؟ به نظر من روس ها میدانند که به محض اینکه این حرف رو بزنند صدای اسرائیل و طرفداران اسرائیل در امریکا و خود امریکا در میاد، آنچنان که در آمد، و چون که این سیستم باعث میشه که
تاسیسات هسته‌ای ایران رو نتوانند بمب‌های سنگر شکن بزنند اگر نصب بشه، و اینو گفتن برای اینکه جو ساخته بشه و بتونن نظر مخالف بگیرن. خب اما اگر باز هم نتونن قرارداد ایران با غرب رو به هم بزنن، چون روسا نمیخوان رابطه ایران با غرب انقدر عادی بشه که غربی ها بتوانن بیان در صنایع گاز ایران سرمایه گذاری کنن، گاز ایران رو بردارن ببرن اروپا، برای اینکه ایران یگانه کشوری است که به دلیل ذخایر گازش میتواند جای روسیه رو بگیره. 35 سال روسا یکی از استراتژی های سیاست خارجیشون این بوده که هرگز نگذارن رابطه ایران با غرب انقدر عادی بشه که چنین اتفاقی بیفته. و من معتقدم حتی اگر ببینن اینم چاره ساز نیست، ممکنه بگن تحویل هم میدن، با سر و صدا حرکت هم کرده. اما همجور که اسرائیل قبلا گفته بود، قبل از اینکه بیاد در ایران اون چهار پیمانی که طول میکشه نصب بشه، اسرائیلی‌ها حمله هوایی خواهند کرد به خب ببینیم هم خود اون و هم تاسیسات هسته‌ای ایران. وقت کوتاست، یک دقیقه. چاره چیه؟ ایران اگر بگی که آقا ما مورد تهدید هستیم، اسرائیل و جای دیگه، بالاخره از جایی باید موشک‌های ضد هوایی بگیریم، روسا هم آمدن به ما بدن، قبلا هم قرارداد بستیم، اشکال کجاست؟ اشکالی نداره اساسا. آقای چالنگی از روز اولم که ایران این سیستمو خواسته بخره گفته برای حفاظت از تاسیسات هسته‌ای میخوام. اشکال در بنیادی تره و اون این است که ایران هوس ساختن بمب اتمی داره و بمب اتمی ایران رقابت بمب اتمی و سلاح هسته‌ای در منطقه رو در پی خواهد داشت و صلح جهان رو به خطر میندازه. اصل ماجرا غلطه. و حالا و من معتقدم اصلا برخلاف نظر آقای شمخانی و آقای دهقان وزیر دفاع گفتن تا آخر سال تحویل داده میشه این سیستم، این مرتبه هم این آقای پوتین با کارت آقایون بازی میکنه، امتیازهایی که میخواد اون پشت میگیره و معامله ایران و غرب هم به هم میزنه برای اینکه و بعد این سیستم هم آخرش تحویل نخواهد داد. پوتین 40 تا مثل آقای خامنه ای رو تشنه میبره لب چشمه و تشنه در میگردیم. چهل تا مثل آقای خامنه‌ای که تشنه میبر و گشنه بر میگردیم. سپاسگزار هستیم آقای سازگارا و همینطور آقای نوری زاده در واشنگتن و در لس آنجلس. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. برای شما عزیزان در هر کجا که هستید روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، آرزوی فردایی بهتر برای شما عزیزان و ایران داریم، با امید به فردایی روشنتر، شفافتر، درخشانتر و سرشار از تندرستی و شادی، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دنا، دلهو، دراک و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.